مرگ 102 نفر در استان فارس مرگ 39 نفر در خوزستان 15 نفر در اسفهان و این آمار همچنان ادامه داره نوشیدن الکل تقلبی سال هاست که قربانی میگیره 30 درصد از افرادی که الکل تقلبی میخورند می‌میرند. می, می درصد الکلی که کور میکنه و میکشه از نظر ظاهر عین الکل نوشیدنیه قبلا میگفتن به الکل های دستسازی که در دبه بهتون میفروشن شک کنید اما حالا شیشه های مشروب رو از خارج میارن و در داخل پر و پلم میکنن و خیلی وقتها برای اینکه ارزونتر تر در بیاد داخلش الکل سمی یا متانول اضافه میکنن متانول الکلیه که در صنعت برای تولید ضد یخ ماشین و سوخت ازش استفاده میکنن همیشه برای من سوال بوده که هیچ راهی نیست که الکل سمی رو خودمون از الکل نوشیدنی تشخیص بدیم برای گرفتن جواب این سال میرم به دانشگاه کینگستون لندن سراغ پروفسور جیمز بارکر سلام پروفسور بارکر سلام خوش اومدید این درسته که از روی چگالی الکل رنگ بو و رنگ شولش میشه فهمید تقلبیه یا نه خب یه چند روش رو امتحان کنیم اول بریم سراغ هیدرومتر یا همون چگالی سنج سمت راست الکل نوشیدنی یا اتانول رو داریم و سمت چپ هم الکل سمی یا متانول اینها رو توی اصطوانه های مدرج میریزیم تا ببینیم آیا چگالیشون اصلا با هم فرق میکنه یا نه کاملا خالص خالصه, خالصه. چگالی سنج یکم بالا و پایین میره اما کم کم یه جایی وامیسته ببینید توی الکل سمی روی عدد صد واسداده و برای الکل قابل نوشیدن هم روی عدد صد یعنی چگالی هر دوشون یکیه و از روی چگالی ما اصولا نمیتونیم فرقشون رو تشخیص بدیم اما خیلی مهمه بتونیم از هم تشخیصشون بدیم چون یکیشون خیلی خطرناکتر از اون یکیه کاملا درسته ولی بریم ببینیم چقدر خطرناک تره توی این لیوان سی میلی لیتر الکل سمی یا متانول داریم به نظر خیلی کم میاد اما همین مقدار میتونه شما رو برای همیشه نابینا کنه وحشتناکه در حد 5 -6 تا قاشق چای خوری توی این یکی لیوان 70 میلی لیتر الکل سمی داریم این مقدار نه تنها شما را نابینا میکنه بلکه میکشدتون متانول یه جور سم فلج کننده عصبیه باعث نارسایی کبد و کلیه میشه و اسید خون و بافت بدن رو بالا میبره واقعا تکان دهنده است اینقدر از متانول میتونه شما رو کور کنه اینقدرش میتونه بکشه تمام موهای بدنم سیخ شده باورم نمیشه مرگ متانول هم دردناکه و هم چند روز طول میکشه. قبلش فرد رو نابینا میکنه و آسیب دائمی مغزی و کلیوی میده. سالهایی که ایران بودم ده ها بار الکلی خوردم که نمیدونستم سمیه یا نه چقدر خوششانس بودم. آیا اگر این الکل رو ما خالص ننوشیم مثلا روش نوشابه یا آب میوه بریزیم باز هم ممکنه کور کنه یا بکشه؟ بله اصولا مقدار متانول که مهمه نه اینکه چقدر رقیقش کنید خب دوز کشنده ی متانول رو الان فهمیدیم آیا اتانول یا الکل معمولی قابل نوشیدنم ممکن آدم رو بکشه الکل نوشیدنی به خطرناکی الکل سمی نیست اما اگه یه نفر یه لیتر الکل بخوره اندازه این بطری میمیره البته این بستگی به وزن فرد جنسیتش نژادش و اینکه در چه بازه زمانی این الکل بنوشه فرق میکنه حالا بریم ببینیم از روی رنگ شعله میشه فرقه بین این دوتا الکل فهمید؟ ظرف طرف چپ الکل نوشیدنیه وسط الکل سمی و این سمت راستیه ده درصد الکل سمی رو با الکل نوشیدنی قاطی کردیم رنگ شعله توی الکل نوشیدنی زرده و یک کم پایینش رو نگاه کنید آبیه اما الکل سمی یا متانول خالص با شعله کاملا آبی میسوزه و این ترکیب الکل نوشیدنی و الکل سمی هم عین نمونه اول با شعله زرد و آبی میسوزه برای همین اگر فروشنده الکل نوشیدنی رو با الکل صنعتی قاطی کرده باشه با این روش نمیشه فهمید این الکل قابل نوشیدن هست یا نه چون ممکنه سی میلی لیتر یا بیشتر قاطی داشته باشه که هم کور میکنه هم میکشه پروفسور بارکر میگه از روی بوی الکل هم نمیشه تشخیص داد سمیه یا نه چرا الکل نوشیدنی رایحه میوه‌ای داره وقتی متانول یا الکل سمی قاطیش میکنن همچنان عطر میوه‌ای و شیرین رو تا حد زیادی نگه میداره پروفسور جیمز بارکر میگه تنها راه مطمئن برای تشخیص این دو الکل استفاده از این دستگاهه دستگاه کروماتوگرافی گازی نمونه محلول رو ما به دستگاه میدیم و تک تک مواد تشکیل دهندهش رو نشون میده. با توجه به اینکه نقطه جوش الکل سمی با الکل نوشیدنی متفاوته، اینجا دو مدار مختلف شکل میگیره. این دستگاه علاوه بر اینکه بهتون نشون میده محلولتون متانول داره یا نه، درصدش رو هم مشخص میکنه. یعنی اگه یکی از این دستگاه ها در آزمایشگاهی در ایران باشه یه نمونه ای از الکل رو بهش بدیم میتونه به ما بگه که آیا این الکل سمی هست اونقدر که کور بکنه یا بکشه؟ بله درسته اکاش کاش میشد این دستگاه رو کوچیک کرد تا هر کسی که میخواست الکل بنوشه بتونه اول مطمئن بشه که سمی و کشنده نیست این آرزو رو یک متخصص جوان سوئیسی عملی کرده دستگاهی کوچیک ساخته که هم میتونه الکل سمی رو تشخیص بده و هم درصد سم یا متانول داخلش رو نشون بده. دکتر اندریاس گانتر جایزه بهترین تکنولوژی نوظهور سال 2022 رو هم برای همین وسیلهش دریافت کرده. همین الانم هم که شرکت شما تازه این محصول رو تولید کرده کشورهای این دستگاه رو پیش خرید کردن درسته؟ بله چند ماه پیش به بازار اومد و خیلی خوشحالیم که تا الان به کشورهای مختلفی فروختیمش چند کشور آفریقایی این دستگاه رو خریدن چون که میخوان مطمئن بشن در محلول های ضد کننده کننده دست الکل سمی استفاده نشده باشه در اروپا کسانی که خودشون مشروب درست میکنن اینو میگیرن تا مطمئن بشن الکلشون امنه در آسیا هم چند کشوری که این دستگاه رو پیش خرید کردن برای پلیس یا بیمارستان‌هاشون گرفتن آیا تا به حال درخواست خریدی از طرف ایران داشتید بله چندین درخواست به خصوص از طرف متخصص های سمشناسی ایرانی گرفتیم زمنان ما داریم تلاش میکنیم تا یک قطعه به این دستگاه وصل کنیم تا نیروهای پلیس یا متخصص های کادر درمان با نمونگیری از هوای بازدم یک نفر بتونن تشخیص بدن که اون فرد الکل سمی نوشیده یا الکل معمولی فکر نمی کنید اگر پلیس یا بیمارستان ها این دستگاه رو داشته باشن اون وقت دیر شده باشه مثلا دوازده یا هیچده ساعت گذشته باشه از وقتی که فرد الکل سم می نوشیده؟ خب بهترین گزینه اینه که فرد قبل از نوشیدن از این دستگاه استفاده کنه و اگه درصد متانول بالا بود اصلا ننوشه اما در بیمارستان ها متخصص میتونن چک کنن که بعد از هر مرحله درمان چند درصد متانول در بدن فرد پایین اومده و با توجه به نتیجه اون مرحله بعدی درمان رو طراحی کنن به نظرم برای متخصصان اورژانس یا تو آمبولانس ها خیلی کاربرد داره نه؟ دقیقا به نظرم پلیس و اورژانس حتما باید اینو داشته باشند. پلیس برای اینکه سریع محموله های بزرگ الکل سمی رو شناسایی و جمع کنه و متخصص های کمک های اولیه در اورژانس که سریع مسمومیت ناشی از الکل سمی رو تشخیص بدند چون علائم کسی که مشروب سم میخورده شبیه یک فرد مست معمولیه و معمولا روز بعدش معلوم میشه که علائم خفیفتر نشدن در بینایی مشکلاتی ایجاد شده و اون موقع است که متاسفانه در خیلی از موارد دیر شده قیمتش چقدره؟ قیمت این دستگاه فعلا 2600 یوروه هی. این یعنی یک دهم قیمت دستگاه های کورماتوگرافی گازیه نمیشه با نگاه انسان دوستانه به خاطر اینکه جان افراد رو نجات میده قیمتش رو پایین آورد؟ اتفاقا ما داریم تلاش میکنیم شریک هایی پیدا کنیم که سرمایه گذاری کنن تا به کشورهای نیازمند این دستگاه رو با رقم کمتری بتونیم بفروشیم چون اونا بودجه زیر عنوان مسئولیت اجتماعی دارند توضیح میدید که این دستگاه چطور کار میکنه؟ دستگاه بسیار ساده طراحی شده تا همه بتونن خیلی راحت ازش استفاده کنند. یه لوله کوچک داره چند قطره از نوشیدنی رو میریزیم توش دستگاه الکل رو تبخیر میکنه و نمونه رو نگه میداره و بعد نشون میده که چقدر متانول و چقدر اتانول درش بوده اندازه فقط یک دقیقه تا یک دقیقه اون نیم طول میکشه این محلول یک دهم ده میلی لیتر متانول داره که نشون میده کاملا امنه دستگاه تشخیص الکل سمی گرونه و دستگاهی نیست که هر کسی که خواست مشروب بخوره تو خونه نگه داره. مقام های ایرانی خودشون گفتن که در ایران 5 میلیون نفر مشروب دستساز مصرف میکنن. مشروبی که نمیدونیم متانولش چند درصده ممکنه فرد رو نابینا کنه یا بکشه. پای نجات جان افراد در میونه. شاید بشه دوتا کار کرد مراکزی رو راه اندازی کرد که از این دستگاه ها توش باشه مصرف کننده الکل قبل از اینکه الکل رو بنوشه مادهش رو ببره اونجا تست کنه و مطمئن بشه که سمی نیست که با توجه به شرایط فعلی ایران بعید به نظر میرسه اما بعضی از کشورها مثل لیبریا برای تشخیص اینکه چقدر متانول تو الکلاشون هست این دستگاه ها رو همین الان خریدن و وزارت بهداشتشون گفته که تونستن جان خیلی از افراد رو نجات بدند یا از این دستگاه در مراکز درمانی استفاده کرد که اگر فرد با علائم مسمومیت الکلی مراجعه کرد پزشکان سریع درمان رو شروع کنند بدونن متانول مصرف کرده و جلوی نابینایی یا مرگ فرد رو بگیرن تا زمانی که مسئولین ایران چشمشون رو روی این واقعیت ببندن همچنان مشروبهای دستساز سالانه صدها نفر قربانی میگیره